فیلمی که دیدید امیدوارم رسا بوده باشه بهش برای شما، که ما هر وقت هر جای جلسه هست ما در اونجا هستیم. در فیلم های قبلی دیدید که در سنای آمریکا، در اینترنشنال دیپارتمنت های یعنی قسمت های دولتی آمریکا و انستیتوشن ها مثل امریکن انترپرایز انستیتوت و فریدم هاوس خیلی، من در اونجا حاضر شدم، یعنی من از جانب شما در اونجا حاضر شدم و در اونجا گفتم که ملاها ایرانی نیستند. وقتی راجع به ایرانی ها صحبت میکنید، خواهش میکنیم، ازش خواهش کردم، همینطور که به طالبان میگین طالبان، به ملاها بگید ملاها، نگید ایرانی ها. اینها اگر ایرانی بودند ایرانی ها رو اینقدر شکنجه نمیدادند. همین شاید امروز یکی از آخرین روزهایی باشه که ما در این موارد صحبت میکنیم، سخن میگیم، چون همینطوری که متوجه شدید من برنامه جدیدی رو دارم که اسمش گذاشتم حقا تیچینگ، یعنی آموزش حقا و راجع به دنیای واقعی و اینها سخن خواهی بود. بفرمین جنم. درود بر شما جناب قلی‌پور، شادمانم که شما رو رو ایر داریم. در ذات من میخواستم به همه حق و منشه و همه عزیزانی که تو این مدت با شما هم یاری کردن، چون الان یه زمان بسیار حساسیه که ما باید این تنها پایگاه حق و منشه، این تنها پایگاهی که تأثیر شاهنشاهی در ایران هستش، باید دوستان محبت بکنن، حفظش بکنن، چون ما در این شاید واقعا خیلی تنها هستیم. دشمنان با دستای پر و پولایی که جمهوری اسلامی ریخته تو اروپا و آمریکا که توی تلویزیون ها بتونن که صدای این تلویزیون راستی کرد حقا و حقامانشی و از ایران باستان حمایت میکنه به نحوی تاکیدش بکنن. من بخواستم مدت ها بود خوب نایمدم برای اینکه نیست مزاهمه میخواستم بشم، من این باز دیدم که توضعه های تو کار هستش و بعدم خود هم توی کسی را داشتیم. من توی یکی دوما سرم خیلی شروع بود باسه مراسم زندگیات درازم فرمستان منابض دلیمون که الحمدلله به خوبی و خوشی درگذار شد و یک مراسم بسیار مهم سنگین که واقعا سراسری شد، یعنی تمام خبرگزاری های دنیا هم من دوست و دشمن مجبور شدم اینو اعلام کنم چون یه حرکتی اونم بازم دست یکی از حقامنشه تو کار بود، چون من افتخار میکنم که یک ایرانی اصیل حقامنشه هستم و مقصد کوروش و داروش و تمام ایرانی قبل از عرب و بعدم فدایی خاندان پهلوی، چون میدونی اصیلترین سلسله ایرانی بعد از حمله عربا سلسله پهلوی هستش و خوشبختانه این خود شما با تمام بدبختی و زردی که داشتیم دارم ایسه بسیدیم، ولی الان من یه خواهشی از تمام هموطنانم دارم، از تمام کسانی که واقعا عاشق ایران باستان هستن که بتونن این تلویزیون رو یاری بدن، چون این تنها بلنگوی ما هخامنشی ها هستش که باید تلپا باشه، مخصوصا دکتر عزیزم که خوب توی سرگرم دارم از همه چیشون گذاشتن و این برنامه رو یاده کردن و الان خوب برای من همه دیگه هخامنشی شدن. قبل از دکتر یادی اصلا کسی این صحبت هایت نمیزد، ولی اصلا ما دیگه آقای دکتر یادی اومد این حرکت رو به وجود آورد، حالا دیگه همه این عکس برابر رو در سینه‌هاش آویزون میکنن و بعد خود باید این حرکت رو کمک بکنن. در صورت من از اینکه مزاحم شدم خواستم یک مقدار صحبت با هخامنشی‌ها بکنم، بگم دوستان ما در دنیا کم نیستیم، تمام دوستانی که این تلویزیون رو
نگاه می کنند و استفاده می کنند. حتی اگر یعنی باور کنید هدف پول یک پاکت سیگار یا یک لیوان یک بطری آبجو ازش گذشت بکنند و به این تلویزیون کمک بکنند، که چون با حالا تمام نیام پرستان واقعی تمام عاشقان ایران بدون وابستگی به شرق و غرب و به نیروی با دست خالی با دردت خودمون تونستیم کارا رو بکنیم. اگر آقای دکتر یزدی تا حالا در اون موضوع این حرکت موضوع موضوع از گلو زن و بچهش و خودش و همه چیز بذاشتیم، یا یعنی اینکه من که خب سالها دارد عاشق شانش آریامر بودم و از روز اولم بودم من پیرو آریامر هستم و به عشق آریامر همه این تختی ها رو کشیدم. من این شکایتی هم ندارم، برای اینکه یک عاشق به خاطر که به عشقش برسته باید از همه چیش بگذاره. روی بگم من از تمام هخامنشیان خواهش میکنم، از تمام دوستان من که این تلویزیون رو میبینند خواهش میکنم یاری بدن و اصلا ما نمیخواهیم به دیوانه رو بگذاریم. ما باید خودمون هر همیشه گفتم باید ایرانی به دست ایرانی نجات پیدا بکنه، از اینکه خارجی کوچکترین کمک رو بکنه بعدا در ازای یک قطره هزاران قطره از ما انتظار داره. اما نمیخواد در فضای ایران نوکر دیوانه بشیم، ما باید نوکر ملت ایران باشیم و کمک بکنیم. نداریم این حرکتی که آقای دکتر یزدی برای ما به وجود آورده، من از آقای دکتر اعتمادی، از آقای دکتر انصاری و از خسته عزیز و از تمام هخامنشیان، از تمام کسانی که به این به شما رسن خواهش میکنم به هر شکلی شده به هر طریقی یک کاری بکنیم که نداریم این تنها به اصطلاح تنها جایگاه شاهنشاهی از بین بره. چون میدونیم واقعا من به موضوع خودم از شما ممنون هستم و اونی که من همیشه گفتم من یک سربازم، من الان دارم دو شیفت و سه شیفت کار میکنم، یعنی من اصلا در روز در سه ساعت میخوام بخواب بتونم که مراسم چهارم آبان رو از اول آبان تا دهم آبان سر مزار پادشاه کرامی بذارم. چون میدونی هیچ کس در این شرایط کمک به ما نمی کنی و من الان از این بار سنگینی که خوب سر مزار فریدون که به دوشم بود بعد الان مراسم چهارم آبان و دهم آبان هستش و من الان خوب متوجه شدم، احساس می کنم که دکتر عزیز من یه مقدار دوستان محبتی میکنم، ازتون خواهش میکنم طوره به ایران رفتم، طوره به کوروش، طوره به زشای کبیر و علازت چانشای یومده میخوام که نذارید این تنها جایگاه چانشایی هم بگذارید و من برای همین بزارم شدم و حتی چند کلمه با شما صحبت بکنم که دکتر به روح آریامه، به روح خودش بزرگ، به روح تمام شهدای را ایران ما میان پرستان واقعی واقعا دکتر دست ما خیلی خالیه و متاسفانه پول در اختیار من متاسفانه دیوانم پول به کسانی میدم که هستم دشمن ایران و ایرانی هستم، یعنی و با اونا رو تقویت میکنم که هیچ وقت ایران به اون عظمت گذشته نرسه. و شما میدونید در زمان پدر آریامبر ایران در شکوفایی بزرگ بود، در تمام دنیا حسادت میکردن و به خاطر هم حسادت بود که این عرازه رو شما همین چند روز پیش دیدید این مردی که چلندگ جمعی که آمدن تو آمریکا رفت تمام بود رهبران مذهبی اسرائیل دیدی که همه شون هم دیگر ماچ میکردن وقتی که من موقع داد میدادم حواز میدادم که بابا این جو اسرائیل هستش این آمریکا هستش که این رژیم رو نگه داشته، همه من میگفتن نه این طور نیستن. دیدیم که همه شون رفتن با هم رو گوشی میکردن اصلا بسید که از زمانهای بسیار قدیم هم دیگر رو میشناسن و تنازمی که بدون روسری اومد رفت پیش خمینی یک دونه از همین مال اسرائیل بود که مال حزب کمونیست اسرائیل بود که اومدن به خاطر اینکه محبتی که شانشان یا مرد به مسیحا کرده بود در اون برنامه سینا و کینه به دل گرفتن و ما رو به این روز انداختن. در صورت از همه هخامنشیان خواهش میکنم، التماس میکنم
دکتر ما رو پرنامه داریم و این باید این جنبش هخامنشی ادامه پیدا بکنه تا بتونیم به اون شکوفایی گذشته برسیم. و من واقعا نمیدونم دیگه با چه کلماتی به همه هموطنان رو از میگن ما الان تنها هزار نفر این تلویزیون رو نگاه میکنن تو رو به اون وجدانتون هر کدومتون حتی اول یه چند اورو یا چند دلاری کمک بکنن. ما التماس نمیکنیم، ما خواهش میکنیم، چون این یه حرکت ملیه. چون اگر هر حرکتی مردمی نباشه پایه‌ای نداره. و خب من الان میدونم چرا قبلا این اپوزیسیون ها اصلا کاری با مردم نداشتن، میرفتن دستوس این بیگانگان، بعد اینکه خب اونا پول گفتی دستاشون میذاشتن، اونا در اصل برای بیگانه برم میکردن. ولی ما حرکت مردمی ما فقط به مردم ایران، به ملت ایران درد داریم و از ملت ایران کمک میخواییم، مخصوصا ایرانی که در خارج هستن و الحمدلله بعضی هاشون هم در دفاع هستن. و ما فکر نمی کنم ما این در 20 اورو یا در 20 دلار بهشون تدفعی بزنه، حتی اخیر از تو پاکت سیگار یا تو تا آبجیشون بگدن و این تلویزیون یاری بدن که ما بتونیم حتی اخیر صحبت هخامنشی ها و ایران باستان و واقعا آقای دکتر من نمیدونم که با چه زبونی دردم رو بگم. در صورت امیدوارم که تمام دوستان شعار باشن که دکتر عزیز من رو یاری بدن که بتونیم این حرکت رو ادامه بدیم. مخصوصا خب من چون تا 20 روز دیگه از اول آباد تا دوم آباد در سر مزار پادشاه اون حرکت تاریخ رو انجام خواهم داد. باور کن شما نمیدونیم با چه بدبختی این کار رو برام انجام میدم. و البته خب یه سری از دوستان من محبت کردن برای من بلیط تهیه کردن که مثل قاهره. و بعد خب توی مدتی که من اونجا هستم خب تر خب مراسم گلزار رو به مقبره و اصولا پذیرایی از تمام کارگرانی که در مسجد و پلیسایی که اونجا هستن خب هزینه سنگینه. ولی خب امیدوارم تا موقعی که دارم تهیه میشه. ولی من همش فکرم اینه که این تلویزیون هخامنشی ها از بهتره. از تمام هخامنشی ها خواهش میکنم اینهایی که تو آمریکا هستن، اینهایی که تو اروپا هستن، یا اینهایی که بالاخره من از ایرانی های داخلی انتظاری ندارم، ولی حداقل از ایرانی های خارج از کشور انتظار دارم که به یاری دکتر من بشتابید و بتونیم در حقیقت جناب والیپور این تلویزیون ما نیست، این تلویزیون شماست، این تلویزیون ملت ایرانه. در اصل وقتی که من که بگم ما یعنی تمام تو ملت ایران. و از طرفی فقط همینطوری که تو برنامه های امروز و دیروز و پیروز دیدید فقط تلویزیون نیست، ما در تمام جلسات خارجی ها شرکت میکنیم که به خارجی ها بگیم که ما ایرانی هستیم، به خارجی ها اطلاع میدیم که جریان چی هست، این مله ها کشور ما رو، مردم ما رو تحت تسلط قرار دادن. و خیلی از این کارهای بسیار زیادی داریم میکنیم به عنوان حقا و حقامنشان. فقط تلویزیون و رادیو نیستیم، این فقط اینجایی که شما میبینید صداییست از قسمتی از جنبش های حقا و حقامنشان. و همینطور که فرمودید من واقعا انتظار داشتم دارم، چون تا زمانی که توانستم خودم دادم، ولی دیگه الان به جای رسیده که باید هر کسی گوشش رو بگیره، نباید بشینن رو نگاه کنن و بگن که خب برو نگش کن تنهایی. نه نمیشه، از همه هخامنشیان، از همه دوستان هم یعنی خواهش میکنم از همین ما هر چی زودتر و هر طریق شده این نیرو رو برسونن بذارید ما بتونیم. شما الان میدونید همین مله ها اومدن پول بسیار زیادی خرج کردن، این بده ده ها تلویزیون و رادیو درست کردن 28 تا 28 تا جناب قالیپور
به درد که افکار مردم و دنیا رو به هم بریزن بر این همه ظلم و جنایتی که در داخل مملکت میشه. شما باور کنید سر همین مناسب فریدون که من تنها تلفون از سراسر ایران داشتم و خب یکی دو تا از خود افراد رژیم داشتم که دارم خب ناراحت بودن از این مسئله. ولی خب دوستانی که در خارج هستیم باور بکنید در ما نه یک دلار کافیه. باور کنید من اگر تعداد بیننده هامون رو نشون بدم، اگر یک دلار فقط یک یورو یا یک دلار اونهایی که در آمریکا و اروپا هستن بدن، اونها نه هر روز، ما یک بار شما به ما بهترین ساتلایت ها تلویزیون ها رو خواهیم داشت، میلیون ها میلیون میتونیم خرج کنیم. من نگاه میکنم چندین میلیون دارم نگاه میکنم، البته از این چندین میلیون طبق آماری که من از الکسا و گوگل و این مراجع بین المللی میگیرم معمولا بین 25 تا 33 درصد ایرانی هستن، یعنی در ایران هستن. از اونهایی که انتظاری نداریم و اینهایی که در خارج هستن باید احساس مسئولیت کنن، مفتخوری رو بذارن کنار، بشینن و نگاه کنن. اگر واقعا نگاه میکنید، مگه شما تو سوپرمارکت میرید جنسی رو برمیدارید به جاش پولی نمیدید؟ مگر اگر کیبل گرفتید کیبل مگر مبلغی ندادید؟ اگر ساتلایت ماهواره خریدید پولی دادید؟ اینو دارید مجانی گیرتون میاد و این واقعا یک استیشن مجانی نیست، چون خرج ما رو باید پرداخت کنیم. نمیتونیم مجاناً استریمینگ بگیریم، مجاناً آب و برق و بقیه خرجایی که برای فرستادن شدن داره تنهایی ادامه بدیم. دقیقاً من تایید میکنم و دیگه من خودم دستم تو کار این مدت هم خب یک باید مردم کمک کنن. من از همین الان خواهش میکنم، از خودم شروع میکنم و تمام دوستانم، میخوام که از همین فردا شروع بکنن هر چقدر که در توانشون هستش. از کردم من فکر نمی کنم $5 در ما به کسی لطمه بزنه، ولی خب اگر همین $5 ها جمع بشه میشه در ما حداقل تلویزیون و کارهایی که به اصطلاح آقای دکتر یاسی در باره اخوام اخوامانشی هست و در رابطه با ایران و پاکستان و اونسوران خب مرتب تمام فیلمایی که از خاندان پهلوی ایشون نشون میدن، خب اینا همه حج داریم. از اون خواهش میکنم چون به ایران رفتم ندارید بگم فردا ایرانه موضوع بخارج یه آدم های بیتوان بود ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم بیرگرد هستم، بیایید پنج اولا در ما فکر نمی کنم لطمهی به کسی بزنه. $5 هیچ کسی رو نه درمونده کرده نه برداخت کرده، ولی هم $5 وقتی که جمع میشه میشه خیلی کارایی کرده. در صورت ازت سپاس گذارم جناب خلیفه. میخوام از همین فردا شروع بکنم اون کسانی که اگر عاشق آریابر هستن، اگر عاشق صلاح آریابر هستن، خواهش میکنم که این کار انجام بدن. آزیز آقای دکتر هم میشه اون بیرون تلویزیونش هست بفرستن و امیدوارم که به این دفعه که من پسخ بدیم و من خودم از خودم شروع میکنم و تمام یارانم و انشاءالله از تو قاهرم خودم خواستم با من خامنشی ها و همه من برستان صحبت خواهد کرد. امیدوارم که هم بدنان این کار رو انجام بدن و ما باید ایرانی باید به دست ایرانی نجات پیدا کنیم. من از روز اول گفتم من به تمام کشور اعتراف میزنم، ولی اصلا هیچ علاقه ندارم کوچکتر دخالتی تو کار ما داشته باشن. هر خارجی که اگر به ما کمک بکنه در برمی از ما انتظار داره و ما باید انتظار مردم ایران رو به جا بیاریم، نه خواسته های خارجی ها. در صورت جمهوری اسلامی 28 سال خواسته های اروپایی ها و آمریکایی ها رو داره انجام میده، ولی که اینا بهشون قول داده بود که خمینی اگر به من کمک بکنی من دارم ایران برای شماها کار بکنم. شما بینید در عرض 28 سال رژیم اشغالگر
برای ایران کار نکردیم، همش باید اروپایی ها و آمریکایی ها کار کردیم. و 25 کشوری که به ایران بدهکار بود زمان پدر آریانه، تمام من همه پول بدهای هاشون رو که نپرداختم و بعد رو حتی ایران رو بدهکار کردم و تمام اون پول ها خوردن. در صورت من زیاد وقتتون رو میگیرم فقط از همه اخوانشی ها، از تمام دوستانی که من الان نمیخوام اسماشون رو بیارم که مرتب میان رو خطرشون رو خواهش میکنم به ایران بیان بیشین و واقعا تلویزیون رو یاری بدید و نذارید دفتر ما تنها باشه. در صورت من از کردم از هم میکرد و از خودم شروع خواهم کرد و به تمام یارانم که در دروار آریامون هستن میخوام به هر شکلی شده این مایانه رو کمک بکنم که ما بتونیم این تلویزیون رو حفظ کنیم. در صورت برای شما و همه شنوندگان و بینندگان اخاتیوی و همه خانمشا آرزوی سلامتی دارم. همه شما به خدای علومنده بزرگ میسرم تا به درود و اگه همین باشه در خدمت شما به درود میگم به شما. ولی قبل از اینکه بگم درود بعد، ما منتظر شما از مصر خواهیم بود در ماه آبان ماه که بعد از همین تا 20 روز دیگر خواهد بود و در این مهرگان، مهرگان رو من به شما شاد باش میگم. و میدونید روز مهرگان روز بوده که ملت ایران برای اولین بار بلند شدن، مهرورزی کردن و این روز رو یاران ما یا بقیه ها روز حقا خواندن، اون روز را هم همینطور. و برای اطلاع بینندگانمون باید بدونن که تلویزیون حقا همیشه از روزی که شروع کرد در ماه آبان، از اوایل آبان جشن گرفت، برای 4 آبان، 5 آبان، 7 آبان، 9 آبان همه روزهای شادی روز بزرگان ایران بوده و هست. و همینطور هم در مرداد ماه 4 و 5 مرداد ماه رو چند روز قبل چند روز بعد ما یادبود داشتیم، بزرگداشت داشتیم. و در ماه گذشته زحمتایی که جناب قلی پور کشیدن، غیر از اینکه هر سال چندین بار به آرامگاه پدر مهربان ما میرن و گل میذارن، خارجی‌ها رو دعوت میکنن، امسال در ماه گذشته شما ساعت‌ها دیدید چگونه ایشان نگذاشتن که پیکر شاهروان فریدون فرخزاد حیف و مل بشه و با چه تشریفات زیبایی ایشون توانستن که آرامگاه جدید برایشون درست کنن. من میخوام این روز مهرگان رو به همه هخامنشیان ایرانی ها تبریک میگم و امیدوارم که اون 10 روزه که ما در قاهره سر مزار پادشاه جشن داریم با همه هخامنشیان بتونم و حتی خواهش میکنم از فردا ابتدا دارم که دکتر منو یاری بدیم تا روزی که هم ایران آزاد بشه و همه در کنار هم مثل روزهای سرایه گذشته خوش و خورم باشیم. خدا نگهدارت و باز هم سپاسگزار. بدرود تا درودی دیگه. خیلی متشکرم. همینم لطف کنید که فقط به اون یک نمره تلفن نکنید، چون من میدیدم که افراد مختلفی سعی میکنن فقط به یک شماره زنگ میزنن، اون هم شماره 44. شماره 55 هم من در فاصله که آقای قلی‌پور صحبت میکرد علامتی گذاشتم رفتم آزاد کردم که از اون نمره هم میتوانیم با هم سخن داشته باشیم. من سخنهای زیادی امروز دارم، امیدوارم که برسیم راجب تمام این موارد صحبت کنیم، راجب دموکراسی، دموکراسی هایی که در دنیا موجود داره، ما اونهایی که در فقط در آمریکا هستند و آمریکایی فکر میکنن خیال میکنن که اینجا و چون جمهوری هست هر 4 سال یک بار انتخاباتی میشه دموکراسی وجود داره. اینطور کاملا نیست. شما، من چون خودم در کشورهای سلطنتی زندگی کردم مثل هلند و بلژیک و میدونم که سوئد، دانمارک، اسپانیا، انگلیس
جاهای دیگه هم دموکراسی داره زمین این که پادشاهی است. شما یه چیزی که چون این وضع از اولش براتون بگم، من در این اعلامیه‌ای که این روزها به دست شما خواهد رسید و در این اعلامیه من خواستم برای از شماها کمک خواستم که تاریخ سوم و نهایی برای برخواستن را برای رستاخیز، برای اینکه همه با هم زمان امور کشور را به دستشون بگیرن اعلام کنیم. زمان زمین که این اعلامیه رو به دست شما خواهد رسید که میخواییم یک روز موعود را اعلام کنیم، این بار شماها باید با همه تون با هم به من به ما بگید، تصمیم بگیرید که همکاری میکنید، همراهی میکنید، همگام خواهید شد، با هم اتحاد خواهید داشت. من مهم نیستم، ولی شماها مهمی که با هم یگانگی و بستگی داشته باشید. این فیلمایی که به شما نشون دادم، کلیپایی که نشون دادم که چگونه ما در گذشته توانستیم افرادی که اختلاف داشتن واقعا هیچ وقت حاضر نبودن پلوهم بنشینن، پلوهم نشاندیم. شما دیدید در اون برنامه‌ای که باز هم بعد از این برنامه ریجان خواهد شد، باز پخشش رو خواهید دید، که گفتیم نوشتیم که جلسات همبستگی برای ایرانی ها اپوزیسیون های مختلف، دیدید که من رفتم در کناری نشستم، چون خودم رو جز اپوزیسیون ها به اون صورت نمیبینم که ایدئولوژی مخصوصی داشته باشیم. ما فقط هخامنشیم و اون خود یک چتریست بالای تمام خواسته ها و ایدئولوژی ها، چون ما با همه و هر صورتی باشد با هم همصدا و همگام خواهیم. به رحم جنم رو ارست. درود بر شما جناب دکتر. من دهاتی هستم، میخواستم یه وقت کوچکی از برنامه شما رو استفاده بکنم ازش و راجع به این حکومت های فعلی جهان سخنانی یه عقاید خودم بگم. بفرمایید جناب. شادمانیم جناب دهاتی که شما رو ار هستید. زمنان برای اطلاع شما، خودتون میدونید امروز روز زادروز مولاناست. بعد از سخنانتون در این مورد صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر، من حکومت هایی که یا سیستم هایی که میشنزن یاد درش بودن، یکی آلمان یکی آمریکا، اینها رو خودشون به زبان اروپایی میگن فدراتیزم و دموکراسی. گفتم هست چنانکه در آلمان مثلا هر ایالتی یک دونه سناتور میگن داره یا مجلس داره، این مجلس که نخست وزیر تعیین میکنه، این نخست وزیران جمع میشن یک جا و اونجا رأی گیری هایی که در مجلس نمایندگان آلمان تصدیق میشه اوکی میکنن یا رد میکنن. این به حکومتی که حکومتی هم که اینجا دارید که باز میگن به زبان اروپایی ها میگن فدراتی، این ایالاتی هستن خود مختار، برای خودشون قوانین داخلی دارن و یک رئیس جمهور و یک دولت و یک چیز در اون مرکز هست که این ایالات با این که حکومت داخلیشون مستقله ولی تابع قوانین کل آمریکا هستن. مثلا زمانی که آقای کندی رئیس جمهور بود، وقتی گفتی آبوستا در دالات حق دارن در حدودهای دیگر بشینن، حکومت دالات منطقه مخالفت کرد با این، آقای کندی پلیس فدرال و فرستاد اونجا به اجبار واردش کرد، بازارش کرد که این قوانین رو اجرا. اما حالا ما برمیگردیم بیم به حکومت‌های قدیمی خودمون که زمان هخامنشیان بوده، شاهنشاهی بود. یعنی چی؟ شاهنشاهی یعنی شاهان مختلفی در جاهای مختلف حکومت‌های داخلی بر عهده اونها بود، ولی در سال یک دفعه جمع می‌شدن یک جا می‌شستن با شاه شاهان که به حساب رئیس جمهور اینجا می‌گن، می‌شستن مشورت می‌کردن، قوانین رو به مشورت می‌ذاشتن و این لازم‌الاجرا در تمام ایالات ایران بود.
لحاظا اگر یک پاک، یک شاه، یک جاپنکاس از این چیز بیرون بره، حکومت مرکزی میبرید تا اونو گوشمالی میداد و بگه آقا این خط تو. ولی راجب دموکراسی که اینها میگن گرمه اروپاییه، ما اشوزدوش اگر اجازه بدید یک سرودی از چون رو میخونم که ببینید آزاد یعنی دموکراسی رو چطوری تشکیل میکنه. بفهمیدید ای من دا اخلاق از توز پاکی و پاسایی، از توز خلد مینتی جهانساز، تو به آدمی آزادی گزینش راه داده تا رهبران راستین خویش را برگزینند و از رهبران دروغین تحت ستایند. این دموکراسی رو اون زمان به منتها اسم ایرانیش گزینش آزادی گزینش راه ما منتها میاییم خود دیگه حالا به حساب این قلبی ها ثروتمند شدن هرکم ثروتمند بشه که خود جلو بیفته مردم میخوام پیروی از اون بکنم. اشوزدوش 3700 سال پیش از اون گفته این بود و در این حکومت هخامنشیان چون دموکراسی بود یعنی اون انتظار شاهان خودشون جمع می شدن با مثل مجلس سنای چیزی الو کردن و قوانین اجرا می کردن و ترقیاتی کردن حکومت به جهان ارائه دادن یک لحظه گوشی خدمتون جناب دعاتی درود بر شما جناب خسرو بر شما جناب دکتر یزدی همچنین بینندگان شما بودید جناب دعاتی روی خط هستید بر اجازه میدید که جناب دعاتی حرفاشو بزنن خواهش میکنم اگر اجازه بدید اگر اجازه بدید جناب دکتر یزدی بنده خداحافظی کنم مجددا میام توی خطی من بتونم بشینم صحبت های آقای دعاتی را گوش کنم. نه بابا همین الان بفهمم خواهشم خیلی مایل کنم. نه من چند دقیقه دیگه زنگ میزنم. من مجددا زنگ میزنم. جناب خوش آقای دعاتی میگن شما اول بفرمایید. نه خواهش میکنم خواهش میکنم من دوست دارم چون این جایی که نشستم من اومدم در اتاقی که برگاه مونیتور ندارم برمیگردم مجددا صحبت های جناب دعاتی را گوش میکنم و وقتی صحبت ایشون تموم شد من مجددا مدارم یه چیزی جناب خسرو آقای دهاتی داشتن میگفتن بله. داشتن راجب حکومت ها بود داشتن آلمان و آمریکا رو تشابه میکردن شما که در هلند هستید یک کشور پادشاهی من میخوام به آقای دهاتی بگم در اون کشور پادشاهی که من سابقه زندگی در اونجا دارم من هیچ جای دنیا دموکراسی رو بیشتر از اونجا ندیدم یعنی هر کسی با هر نوع اخلاقی با هر نوع ایدئولوژی حتی اگر کمونیست باشه گی باشه نودیست باشه هر چی باشه حق رأی داره و حق کرسی در پارلمان داره درست میگم آقای خسرو جناب دکتر یزدی من زمانی که از ایران خارج شدم بعد ترکیه اومدم چیزی که در اصطلاح میگن واچاقی یا کسایی که در ترکیه به هر حال افراد و پاسپورت میساختن و ویزا میساختن و به کشورهای دیگر میفرستادن از من سوال کردن که شما دوست دارید به چه کشوری برید گفتم برای من مهم تنها کشوری است که برم که پادشاهی باشه شما هر کشوری که میتونی پناهندگی میگیره در ضمن پادشاهی هم هست منو بفرست اونجا و ایشون اون لحظه من سوئد و هلند رو پیشنهاد کردن که به هر حال قسمت این بود و من بلند اومدم که من واقعا علاقه ای که به پادشاهی دارم دلیلی بود که در حال امروز دارم در بلند زندگی میکنم نه تنها در بلند شما دموکراسی که در سوئد هست در نمیدونم بلژیک هست نمیتونید با هیچ کشور جمهوری در دنیا مقایسه همین اینهایی که در آمریکا هستند نمیدونن که در هلند نه دوتا حزب نه سه تا، نه ده تا، نه بیست تا، نه پنجاه تا تعداد حزب به حدی زیاده هر کسی با 5000 نفر میتونه یه حزب درست کنه در آمریکا الان سال هاست یک حزب سوم میخوان درست کنن اون دوتای دیگه نمیذارن بله. یعنی واقعا مثل همون
کمونیست پارتی شده، دوتا با هم ظاهرا دعوا میکنن، ولی در اصل یک برنامه‌ای که با هم کنار اومدن اونا اجرا میکنن، بقیه هم حق دخالت ندارن. حالا من نمیخوام دخالت کرده باشن در سخنان جناب دهاتی، چون ایشون از همه ما هم با تجربه ترن هم مسنتر ترن. جناب دهاتی منظورم تشابه بود از جمهوریت و شاهنشاهی. شاهنشاهی که ما میگیم به زبان ایرانی یعنی فدراتی، اما اینها میان حالا اینجا میگم فدراتی، ما اون زمان فدراتی بودیم. هر که پادشاهی در محل خودش حکومت داخلیش در اختیار خودش بود، حالا این اگه بخوام بگن که اون زمان دموکراسی نبوده، اشو در دوشی مثلا ما پیشنهاد کرده. خب در بلژیک هم با این که پادشاهیه، ببین من خودم طرفدار پادشاهی هستم، من میدونم شما طرفدارید، ولی مثلا در بلژیک هم که پادشاهیه سه دولت هست غیر از دولت مرکزی. یه دولت فلامانه که فرانسه زبیه ها رو جنوب داره اداره میکنه، یکی قسمت والونیه که اونایی که به زبان فرانسه حرف میزنن، یکی به زبان فلامان یعنی هلندی، اون یکی به زبان آلمانی. اینا اصلا دولت داخلی درست کردن که تحت توجه دولت مرکزی کار میکنه. دقیقا همینجور که جناب دهاتی میگن، حتی ما در ایران بازدارمون حتی بعد از اسلام کشور ایران میتونه همیشه ساتاقهای مختلف داشت، یک پادشاه مرکزی داشت، ایالتهای دیگر برای خودشون فرمان روا داشتن، ولی خب تمام اینها به حالت فدرالی زیر نظر پادشاه پایتخت بودن. و این دموکراسی که این دو چیز در قلب هسته چیز جدیدی نیست، یعنی یه چیزی که واقعا از فرهنگ ما و تاریخ ما گرفته شده. کاملا صحیح. بسیار جناب دکتر یعزی، من مجددا مزاحم میشم، اجازه من بشم صحبت های جناب دهاتی رو گوش کنم و به تن چه لذت ببرم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. من بعد جناب دهاتی مجددا مزاحم میشم. منتظر تو هستم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. جناب بزرگ، من بعد این شاهنشاهی رو بعد تمام حکومت های دیگه ترجیح میدم. یعنی پادشاهانی باید از هر استانی، فکر میکنم علاوه فقید این قصد رو داشت، چون من دیدم در اواخر آزادی رسل شده بود رئیس انجمنهای استان همه امور مالی در اختیار اونا بود. میخواست این کار رو بکنه که متاسفانه باب در و غربیان نبود، اون دموکراسی هم که میخواست بده اومدن دن اگه ایران این دموکراسی بشه دیگه این بازار مهم جهان از دستشون میره و علاوه فقید رو لطفاً متاسفانه با اون بعضی که با اون دست هایی که در داخل مملکت داشتن این حکومت پادشاهی رو برانداختن و یه دشتیم دیگری رو در یه دشتیمی رو تر جای اون گذاشتن که نتیجه شو الان دارن میبرن. الان آمریکا فشار میاره میگه آقا ما تحریم اقتصادی بکنیم، اروپایی ها نمیخوان، برای که این حکومت بره. اگه این حکومت بره که جاش بیاد اینطوری به بازار رو در اختیار اونا بذاره. در هر حال جناب دکتر، من میخوادم فقط یه مقایسه ای بکنم. من بهتره همیشه جای دموکراسی بگذاریم، آزادی گزینش را این دموکراسیه. نه که اشوزر بوش 3700 و به قول بعضی ما بین 3700 تا 5000 سال اون زمان ارائه داده به جهانی هم. ما اومدیم بعدن اومدیم خیلی خوب، حالا بعدن در یونان اومدن گفتن دموکراسی و اروپایی ها خود مال اروپایی ها دیگه، اینا هم که افتادن جلو اونو انداختن جلو، همه اون در دموکراسی هست بودن یا فدراتی، و همون شاهنشاهی فدراتی بودن و ستون اینا کارهای خودشون میکردن، ولی تابع حکومت مرکزی بودن. و میدیدیم هم در زمانی که اونجا چنان آزادی بود برای اصلا اونجاش ببینید چه کارها کرده، همه ادیان همه عقاید در اون مملکت آزاد بوده، هر کسی میتونست به حرف خودشو بزن، یعنی گفته اشوزردش رو درست اجرا میکرده این فرزند خلف اشوزردش گروهشو بزن. همینطوره نه خواهش بار، ما دو موضوع هست که شما باید بدونید و میخوام که شما اصلاح عقیده کنید و بینندگان ما هم بعد از شما عقاید خودشون رو بگن. یکی این که من اعلامیه حاضر کردم که دعوت دارم میکنم
هممیهنان ما رو از شاهزاده رضا پهلوی پادشاه قانونی ایران تا رهبران اپوزیسیون ها، رسانه ها، رادیو، تلویزیون، مجله، روزنامه، غیره، برنامه گذاران و تمامی هموطنانم رو که به من اطلاع بدید، به ما اطلاع بدید که آیا حاضر به همکاری هستید برای انتخاب و اعلام روز قیام نهایی که برای ما سومین و آخرین روز میشه که اعلام میکنیم. یکی در این مورد است. مورد دوم این که ما از اول همین ماه، یعنی از فردا، شاید هم از فردا، برنامه خودمونو میخواییم مختص بدیم به جهان راستین، یعنی جهان دنیای واقعی، و راجع به 5 موضوع هم بیشتر صحبت نخواهیم کرد. 1 راجع به خودشناسی، 2 راجع به خوددرمانی، 3 راجع به ما میگیم conflict resolution، یعنی از بین بردن این اختلافات، حالا اختلاف بین 2 نفر، خانواده، بیرون یا 2 کشور فرق نمی کنه. این اسمش هست conflict resolution، از بین بردن اختلافات. آبی جیم جام تو داد یا میگن حل اختلاف شرکت خدا منشی. من راستش میخواستم بنویسم حق حل، ولی اشکال ببین من چطور نوشتم. در اینجا دیدم حل عربیه، هرچه دنبال یک کلمه فارسی گشتم پیدا نکردم. میدونید الان اینجا گذاشتم روی ایر نمیدونم قابل نوشتم که آموزش حقا و جهان راستین، خودشناسی، خوددرمانی، از بین بردن اختلافات، بعد کهکشان. این هم شما شاید کمکم کنید کلمه بهتری بگم. میخوام راجع به دیوان، راجع به دنیای کهکشان ها یا آنچه را که خارج از کره زمین هست، در حقیقت روح یا اینها، دنبال کلمه بودم نوشتم کهکشان و ایکس. کهکشان یا مثلا اونیورسوم یا جهان هستی اصلا. بله جهان هستی. بله جهان هستی همش درش مستقره. کهکشان ها در اون هستن، دراز در اون هستن، همشون در اون مستقره. درود بر شما. من اینو عوض میکنم، به جای کهکشان ها می‌نویسم جهان هستی. ببینم جهان هستی دنیای متریال نیست، درست میگن؟ در جناب دکتر هر که هست هست و نیست وجود نداره. لحاظا جهان هستی وقتی که بدارید هر که هست در اون مدته، یعنی روح و همه چی در اورام و چیزهایی که ما هم تو نمیتونیم ببینیم اونم توشه، چون هست هست دیگه. حالا ما اگه نمیتونیم ببینیم دلیل و نبودن اون نیست. بله مثل بار هست بس هست. بله هستیه. از این چیز جان پرساد راجب هستی و نیستی چیزی نوشته که خب اون دیگه مورد بحث اینجا نیستش. چرا نیستش؟ برای اینکه ما داریم یواش یواش سعی میکنیم برگردیم به اونجایی که شروع کردیم. چون اگر خاطرت باشه یکی از بینندگان ما دیروز چند روز پیش منو یادآور کرد، گفت شما شروع کردین راجع به دنیای واقعی، ما هرچی گفتیم ادامه بدید، شما گفتیم باید رأی گرفتید 2-3 سال پیش، مردم اکثرا گفتن بله بذارید اول ایران آزاد بشه که مردم بتونن آزادانه جهان واقعی رو بفهمن. 3 سال زور زدید و الان دیگه زمانشی که دوباره شروع کنید. من هم خودم رو بدهکار میدونم از این نظر به اون بیننده هایی که، به اون هخامنشانی که دنبال جهان واقعی بودن، جهان راستین، دنیای واقعی، و ما گفتیم بیایید برای مدتی سعی کنیم که هرچی زودتر ایران رو آزاد کنیم، با ایران آزاد از ایران
این برنامه رو پخش کنیم. و اینها 3 سال خورده منتظر شدن، من بهشون قول دادم که از فردا شروع کنم، از شاید هم از همین امروز. جناب دکتر اگه ارداد بفرمایید اعلام بکنید اون رو از همین حالا، از همین اکنون، برای آزادی ملت ایران و جهانیان. این چیز رو مردم در خودشون از کدام خونه ها میان بیرون در خودشون بگن من دوست دارم، تو دلش بگید. همینطور میره به مثل اینجا که میره تن آمریکا یا به هم میگن های، اونجا هم بگن که من تو دلش بگه من دوست دارم، برای اینکه اون روح حامی به روی حامی اون میگه، اون روح حامی به روح میگه، در این یک چیز مثبت پیدا میشه. وقتی همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، این حکومت بدون اون ریزی و برکنار میشه. ما براندازی نمیخواییم، برکناری. خب این همونیه که ما روز اول گفتیم و مردم هم اومدن تو خیابون اجرا کردن. هر روز که از خونه میان بیرون سعی کنن این رو وقتی یکی رو میبینن مثل که آشنای خودشون باشه، تو دلش بگه تو دلش دارم اصلا بلند هم بگیم. مگه اینجا جناب عزیز، شما همین هفته پیش که تو بیمارستان بودی چند نفر رو دیدی حد به هم نمیگفتن love you love you؟ همه میاد بیمارستان، من تو راه میرفتم پیاده روی میدی، یعنی باید یه خود پیاده میرفتم، هر کی رو میدیدیم هم دیگر تا با هم دیگر کمیکیشن میکردیم، حالا میگفتیم خوشبویی نشون میدادیم. این بهترین راهه برای پیروزی ملت ایران که در دلشون هر روز میان بیرون یا هر کی رو دیدن تو دلشون خب این چیز بسیار مثبت و قشنگی هم هست. چون من چون اسپریت از زن اسپریت ما قبول دارم، ارواح حامی به همدیگه میگن که این میگه دوست دارم، اونم به اون زیر ماست، اون میفهمه، منتها چیز نیست، دیرکت نیست، یعنی با عروش نه این زمیر ناخودآگاهش یه همواجی رو که میگیره این که باش ازش رد شد دوستش داره و این تأثیر میداره. اگر چنانچه مرتب این کار بشه روزی میشه که همه ایرانی ها هم دیگر دوست دارن، هخامنش هستن و این مملکت به اون جایی که در این آخه من ایران رو میگم سرزمین خدایان، برای اینکه بزرگانی که آنجا اومدن در جهان بی نظیرن. اشو در تو شما یک مرد بسیار اصلا بزرگترین مرد که فیلسوف جهانه بود، چون هیچ چیزی از اون رو نمیتونه رد کنه، گفتار اون رو هیچ کسی نمیتونه خدشه درش بندازه. چه بگه آقا این درست نیست، مثلا همون سه گفتارش، بعدا هم میگه مظهر نیکی ها اهورمندا، مظهر زشتی ها اهریمند. چی میخواد مخالفت بکنه؟ نه مخالفت که حرف حساب برد باید نیک زشتی رو میگه، چی میخواد مخالفت کنه؟ نمیتونن. لحاظ یک اندیشمند بسیار بزرگی بود که فقط در زمین خدایان میتونه به وجود بیاد، مثل گروش، مثل داجوج، با چهار بزرگ دیگه. اینا همشون ما در زمین ایران در زمین خدایان دستان بزرگ. نه درست کنیم، ولی اون قسمت اول رو به من نگفتید که میخواییم عقیدتون رو خواستم. این که یادت رفت که گفتم اعلامیه داریم میفرستیم و به در جناب دکتر اینو خدمت رضا شاه دوم رو پادشاه کنم بله، چون ایشون وارث تاج تخت ایران، لحاظا اعلی حضرت اگر لطف کنن به این کسانی که بهش اعتقاد راسخ دارن یه خورده این بذارم و اشخاص دیگرم بهشون نزدیک بشن، چون اطرافیان ایشون مثل زمان آریامه دوربرش گرفته بودن. من از فامیلای خودم رو نزدیک بود اعدام کنم، بعدا فهمیدن اشتباه که برده بهش دارن باز میشن داشتن و ایشون اتفاقا الان که و نمیخوان میگه آقا اگر فرزن ها ایکس آقای ایکس یا به علاوه نزدیک بشه ممکنه بست منه بکشه. همینطوره. اتفاقا چند لحظه پیش از برنامه داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم و ایشون من همین رو میگم یه عده دور ایشون نشستن و هر کاری ایشون میکنه نمیذارن به نتیجه برسه و تبلیغات منفی میکنن نسبت به هر دوستی که داره، نمیخوان علاوه بر دوست داشته باشه، میخوان همون پنجش، چون میترسن اون رابطه خودشون از من بره. و علاعدت اگر پیش می
شده همین طرفداران پادشاهی اکثریت مطلق ایران رو دارن، اینها رو که متحد کنید که جمهوری خواه چه کار داره، به حزب اللهی چه کار داره، این اطرافیان هم نمیذارن. یکی از دوستان بسیار واقعا عاشق خاندان پهلوی بود، آقای سور اسرافیل رو ببین چه کارش کردن. اتفاقا ما چند لحظه دیگه رو ما اگر انشاءالله اگر نداره در ایران موفق شدیم حتما شاهنشاهی باید حالا این شاهان هم به یک نفسی فرم جدید علازت اگه انتخاب شد علازت ما اگه انتخاب خودش خواست استفاده به خود واگذار کرده که دیگه پادشاه میشه انتخابات بشه شاهان رئیس خودشون و خودشون انتخاب کنن و بعدن هم مادام الامری بشن مثل اینجا دادگاه عادی آمریکا مگه مادام الامری نیست اینا خطا هم بکنن که دیم تو باید دارم و پادشاهان رو میشه برداشت اگر خلاف کرد میارن انجمن پادشاهان اینو محاکمش میکنن ارائه میدن به مجلس مجلس توافق کرد میذارن به آراء عمومی برش میدنن اما اینجا دادگاه اون قدرت بزرگ هیچی نمیتونه تمام اختیارات هم دارن. از این سپاسگزارم با اطلاعاتی که دادی و این دوست دارم جاد هخامنشان لطف بکنن یادشون نرسیدشون به همه بگن دوست دارم که همجایم بعدم فکر بکنم موافقش نیست باید تو دلش بگی من درست دارم حتما این کار میکنم روز در ملت ایران پارنده ایران یک آهنگی جناب دهاتی آهنگ کوتاه چون میدونم شما در آلمان زندگی میکردید و در از کنسرت های سمفونی دوست دارید من یک آهنگی رو که در ارکستر سمفونی دانمارک رهبریش با یک سانتور ایرانی هست انتخاب کرده بودم خیلی کوتاست در حد 2 دقیقه است در این 2 دقیقه میخواستم عقاید شما رو بفهمم که اگر موافقید بکنیم سرلوحه برنامه های حخا تیچین یعنی آموزش حخا که از امروز یا فردا شروع خواهد شد و میخوام توجه شما رو به این جلب کنم تا فاصله که برم خودم یه آب بردارم و برگردم با هم به این آهنگ گوش کنیم آهنگ نیست بلکه سمفونی خدا نگهدار جان دادی تا درود دیگر خدا نگهدار همین هم من بهشون گفتم آهنگ رو گوش کنیم با هم گوش خواهیم کرد و من دلم میخواد که شما قبول کنید که این اعلامیهی که فرستادیم باید وظیفه خودتون بدونید که به تمام رادیوها تلویزیونها رسانه ها مخصوصا روزنامه مجله های محلتون بفرستید این چه به فارسی چه به انگلیسی امیدوارم تا فردا شب روی وبسایتمون باشه و این اعلامیه رو هر طور خودتون دلت میخواد یه مقدارش رو بخونید روی تلویزیون ها رادیو ها پخش کنید کپی کنید که ایران ما واقعا حیفه دقیق از ایران که ناپدید و نابود بشه شنیدید این روزها نقشه کشیدند و این نقشه رو ما اینجا داریم اگه بخواید رو نمیشه راستش نشون بدم چون جاوید ایران اینو آقای اکسی از جاوید ایران برای ما فرستادن چند بار هم من هر بار نگاه میکنم اشکم دل که چرا مملکت ما رو باید اینطور تیکه تیکش کنه باور کن بسم این که سر منو میخوام ببرن سر بچه رو دارن میبرن آذربایجان ما رو میخوام بدن به دست کسی دیگه پای بچه همون رو دارن میبرن که بلوچستان ماست فکر کن که شما شکم و وسط بدنت هم ببرن و بدن به کسی دیگه خوزستان که مرکز نفت و درآمدهای کشوره و شکر و قند از اونجا میاد خیلی جاهای دیگه توضیح که اشی از جاوید ایران فرستاده من میخونم ناراحت میشم و اشکم در میاد نمیتونم برای شما توضیح بدم برای
براتون ایمیل میکنم، شاید بذارم رو وبسایتمون و ببینید چطور. فقط قسمت های ایران نیست که برمیدارن و فقط نفت و گاز نیست، هر جا معدن طلا بوده، گوگرد هست یا معادن دیگه یا قسمت های حاصل خیز کشاورزی، همه رو کات کردن، حتی گیلان و مازندران، حتی آذربایجان. و این نقشه شرم‌آوره، چون فقط یک مقدار کمی از دریای مازندران توش هست و اون پایه یک مقدار بسیار کوچکی از خلیج فارس، بقیهش صحرای کبیر، صحرای کبیر دزرت، جایی که نه میشه کشاورزی کرد، نه میشه معادنی داشت، نه آب و هوای درست حسابی داشت. این که این اعلامیه خیلی اعلامیه مهمه، من به شما قول میدم قبل از انتخابات آمریکا اینها قصد این کارو دارند، یعنی بمباران کردن ایران و تقسیم کردن ایران. اگر نجنبیم دیر شده. من با این که میگم ما سیاسی نیستیم و جنبش فرهنگی و اجتماعی و باستانی هستیم، ببینید این فرهنگ ما، باستانی بودن ما، این اجتماعی بودن ما، یعنی اجتماع ایران همینطوری که بودا هست. ما همه یه زدیم که قزاقستان و پاکستان و افغانستان و ترکمنستان و گرجستان و اینها همه خاطی ایران بشه، با همون ایران بزرگ سابق ادامه داشته باشه. به همه جا درود بر شما. عجب خوشمقه اومدی، برای اینکه من داشت اعصابم از دستم میرفت به خاطر این که میبینم ایران رو میخوام تیکه تیکه کنه. به داد من رسیدی جناب خسرو. نقشه ای کشیدند، من این نقشه رو لازم باشه اینجا میتونم نشون بدم که ایران رو قرار هست تیکه تیکه کنن. و این یه نقشه جدیدیه، من میتونم پیداش کنم بذارم اینجا به شما نشون بدم که چگونه قسمتی میره به کردستان، قسمتی میره به آذربایجان، خوزستان یا مستقلی میشه جاهای دیگه. اصلا من نمیخوام حرفشو بذارم، میدونی چرا؟ چون من معتقدم شما هرچی بگی دنیای هستی یا بهش میگی ذهن جهانی میشنوه و خدای نکرده انجام میشه. بله، من امیدوارم که جناب دکتر یزدی و مطمئن هستم هیچوقتی همچون اتفاقی نمیفته. شما خاطرتون هست زمانی که صدام حسین حمله کرد، توی افکار ایشون بود که ایران را 24 ساعته بگیره و قرار بود ساعت 24 رو در تهران خود صدام حسین تشریف بیارن و همه چی را تموم شده میکنه. اونم در زمانی که ایران در حال انقلابی درش شده بود، تمام ارتشیان داشت آخوندها اعدام کرده بودن، ارتش از هم پاشیده شده بود. این که واقعا مردم چطوری از همه جای ایران شروع کردن کوچیک و بزرگ به دفاع رفتن و دفاع کردن از پاک ایران و این آرزو واقعا به دل صدام حسین بود که حتی یک وجب از پاک ایران را به سونه میگیره. و این مطمئن با که تاریخ نشون داده که این وقت ایرانی ها حالا در یک وحده مثلا مثل از حمله اعراب یا حمله مغول ها که ایران تشکیه شد و میدونه برحال خیلی قسمت های زیادی از ایران جدا شد، باز ما میدونیم که بعدا شما وقتی تاریخ را بخونید برسید به دوران نادرشاه افشار. بعد از اسلام تنها در دوران نادرشاه افشار است که نقشه ایران بزودن برمیگرده به همون نقشه ایران در زمان هخامنشیان و در زمان کوروش و تمام این کشورهای از دست رفته و خاک از دست رفته ایران را همین 200 سال پیش نادرشاه به ایران برگردوند. ولی خب متاسفانه باز دوباره یک سری سلسله های اومدن مثل قاجارها و وطن فروش و اینا رو شروع کردن باز پاک ایران رو معامله کردن، ولی ایران دیگر از این کوچیک‌تر شدنی نیست.
و من فکر نمی کنم این کار حتی به نفع اول قدرت ها هم باشه. در من به حال این نفتر من خیلی وقت پیش دیدم. خب اون زمانی بود که ایران ایران بود، به دست ایرانی ها انجام می شد، نه ایران جمهوری اسلامی که از طریق آمریکا و انگلیس و اسرائیل سر کار اومده و مرتب نوازش میشه و به خاطر کارهای بین المللی هر طوری که دلشون بخواد به اینا میگن عمل کنید. واقعا میگن عمل کنید. رژیم جمهوری اسلامی از داری 70 میلیون مردم که داخل ایران هستن، من به شما قول میدم اونها نه رفتی به این رژیم دارن نه ساکت میشینن. اگر یک وجب از خاک ایران دار و من فکر می کنم شجاعت اینم ملاها داشته باشن که بخوان یک وجب از خاک ایران را به جایی ببخشن. و تو این تاریخ ساله این ملاها ما برحال ندیدیم که اینها جایی به خاطر از مردم هم که جوده به من از این حاضر بخشی ها بکنم. بله ولی یه چیزهای پشت پرده هست. بذارم برای یک مثال کوچک بذارم. همه فکر میکنن که آمریکا از دست ایران عصبانیه که چرا به عراق اسلحه میفرسته. اکثر انسانهای معمولی اینطور فکر میکنن چون اخبار این چیزها رو میگه. در صورتی که ایران که شرط خودم ملاها با فرستادن اسلحه و ایجاد این کشت و کشتار در عراق دارن کمک به آمریکا میکنن که اون کارهایی که دلشون میخواد برسن. یک آقای بوش بتونه بگه ببین اونجا کشت و کشتار میشه، این که شما میگید سربازها رو در بیاریم، ما نمیتونیم در بیاریم، اگه در بیاریم میفته به دست تروریست. دو اینکه اون آماری که داشتن برای جدایی عراق به وقوع پیوسته که دارن عراق رو 3 قسمت میکنن، قسمت کردستان، شیعه و سردی. 3 این اتفاقاتی که میخوان برای اسرائیل کمک هایی که بفرستند، چون اکثر اسرائیلی ها در پارلمان آمریکا هستند و در آمریکا قدرت دارن، با همین احوال نمیتونن اونطور به مقاصدشون برسن به طوری که تا آقای احمدی نژاد اسمش دیگه، بله احمدی نژاد، اینا رو کمک کنه. حالا چطور کمک میکنه؟ میگه که اسرائیل رو میخوایم از نقشه دنیا محو کنیم. من و تو فکر میکنی واو عجب حرفایی میزنه، در صورت که داره کمک به اسرائیل میکنه که دنیا به اسرائیل کمک کنن، مردم عقیدهشون کمک هایی که میشه یا امتیازاتی که به اسرائیل لازم هست بیشتر بدن. میگه زهیرونیست نیست. شما ببین دوباره تکرار کرد، حالا دیگه تمام رادیوها و تلویزیون ها شروع کردن که ثابت کنن که اون بوده، کشت و کشتار اینها بوده. این همه تنمیقات یه چیزهای پشت پرده است که مردم همه متوجه نیستن. نمیخوام زیادی گفته باشم، من جمعه یکی از چیزهایی که هست تنمیق خیر مستقیم احمدی نژاده. شما نمیدونید از نظر روانی چطور دنیا داره تبلیغ احمدی نژاد رو میکنه که از این یک شخصیت بین المللی هر چند هم منفی باشه بسازه. مگه هیتلر یک شخصیت منفی نبود؟ ولی ساختنش این هم همینطور داره ازش میسازن. من با شما جناب دکتری از این موافقم، ولی میشم که من دیدم این جناب آقای احمدی نژاد خب اینو مخصوصا انتخاب کردن، ببین مخصوصا انتخاب کردن که بگن یک احمقی به این صورت رهبر ایرانه و منتخب مردم ایرانه. این هم یک اثر روانی داره برای از بین بردن تمدن و تاریخ ما ایرانی ها. حالا جناب دکتر اگر ایرانی ها به خودشون نیا و اگر واقعا همه بخوان اینطور خودشون رو به خواب بزنن،
حالا که شما صحبت تجزیه میکنید، ولی از نظر من ایران سی سال پیش از من همش از دفته دامدن، سی سال اشغال شده همینطوره. حالا در اشغال بیاد تجزیه هم بشه دیگه، حالا میشه به قول معروف نور علا نور میشه. ولی مسئله اینه که مردم ما اگر نمان در سرنوشت خودشون دخالت کنن، اگر نمان سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، مطمئنن از تجزیه بالاتر هم در اون کشور اتفاق خواهد افتاد و مردم خیلی آینده بدتری از امروز خواهند داشت. من امیدوارم مردم بیدار بشن و در نهایت کاری کنن که بتونن سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن. الان رشته عمر یک کشور، یک کشور 70 میلیونی به دست یک دیوانه به نام احمدی نژاد یا دیوانه تر از خودش اون ولی بقیهش، اینها الان رشته عمق یک کشور دستشون هست. دارم میگم که تو واقعا شرایط اینا وحشتناک شده. یا از یک طرف میگه حاله نور دوره من بگیرم کنه بودا، بعد توی ایران مصاحبه باشون کنم میگه من از زنی همچه صحبتی نکردم. این میاد توی ایران میگه اسرائیل، بعد از بیت روی امریکا میگه من یه همچه صحبتی هیچ وقت نکردم، اصلا هولوکار با من هیچ وقت این کار نکردم، من فقط یه سوال واجبه اتفاق هولوکار میکردم. و یه همچون انسان های دیوانه ای دروغوی تقیق کاری امروز دارن که اون مملکت حکومت میکنن و اونهای معصیلی داشتون که مشغول احتیاط هستن حسن تو حالت به قول معروف هیچ اتفاقی میفته. یه عده جوان هم که برای یه بوده پتانسیل انقلابی داشتن، یه بوده وطن پرست بودن، یه عدهشون ها معتاد کردن، یه عدهشون ها در به در این کشور اون کشور کردن، یه عدهشون را داخل زندان ها کشتن، از بین بردن و متاسفانه ما میدونیم که وضعیت آشفته ای شده. و من امیدوارم معجزه ای اتفاق بیفته که این مردم به خودشون بیان و ایتا تجزیه بالاتر از اینها اتفاق خواهد افتاد. ولی ما به عنوان یک حقامنه فقط جز آرزوی خوبی و بهزیستی برای مردم خودمون هیچ آرزویی نمیتونیم داشته باشیم. و امیدواریم که به هر حال این کشور هم یه روز سر و سامانی بگیره و از این وضعیت فلاکتبار با من بسیار خبرها جناب دکتر یزدی این مدت بسیار خبرها بده واقعا بده، برای که اصلا این همه ما رو آشفته کرده. ولی دوباره سعی کنیم کانسنتریت کنیم، تمرکز افکار کنیم و طوری بشه که بتونیم خودمون رو کنترل کنیم و کشورمون رو نجات بدیم. بله، فقط ما باید روحیه خودمون رو حفظ کنیم، چون شرایط اینا تنها کاری که رژیم ایران کرده که ارق ملی رو از در مردم از بین برد. الان شرایطی شده هر کی به فکر خودش هست. شما میبینید یک جنبشی مثل جنبش حقا که در عرض این چند سال اینقدر درخشید، اینقدر جهان شناختش، توی ایران تونست این حرکتها رو به وجود بیاره، متاسفانه از تلویزیونی که روی سال بود و تلویزیون 24 ساعته بود تبدیل شده یک تلویزیون اینترنتی. الان هم که متاسفانه اینجوری اگر ادامه پیدا کنه بسته میشه. ما با یک مردمی طرفی که متاسفانه اینا بیخیال هستن. اینا من نمیدونم واقعا کی میخواد کمک کنه که این تلویزیون حقا که تنها تلویزیونی هستش که فعلا میتونیم امثال من، امثال جناب آقای نمیدونم انصاری، اعتمادی، آقای قلی‌پور، دوستان سیاسی که من هر کی نظر خودش را بیاد آزادانه روی این خط بگه و کسی مزاحمش نیست، اگر این خط از بین بره خب جناب اعتمادی میخواد چه خطی صحبت کنه؟ دکتر انصاری نمیدونم، دوستان دیگه، آقای دهاتی، از اصلا جشنهایی که ما برای یاربود شاهنشاه یا مهر پدر رضاشاه کبیر، راجب کوروش کبیر، راجب اشو زرتشت، راجب ایران واقعی در اینجا 24 ساعت ادامه میدیم، شما در هیچ جای دیگه نمیبینید. همین برنامه‌ای که وقت جناب قلی‌پور از تشییع جنازه مجدد و تدفین مجدد آقای فرخ‌استاد گرفته بودم، من که دیگه روز اول که این چیز را میدونستم این برنامه هست، دائما این تلویزیون‌های سیاسی را جناب دکتر یزدی میترسوندم چیزی نشون میده این مجلس بیاد یا نه. و متاسفانه بسیار متاسف شدم وقتی این برنامه دیدم شخصی مثل شخصی که میدونی که تلویزیون غیر سیاسی هست وابسته به حکومت هست اون داشت این برنامه رو نشون میداد. بعد از دو روز
خب اون این کاره میکرد برای که اون برای که این کاره میکرد که دیسکردیبیلیتی ایجاد کنه، خراب کنه که بگه ببین این یک آرتیست بوده، ما هم شو قسمت آرتیست ها هستیم داریم نشون میدیم، در صورت که از همون قسمت هنریش فقط چیز میکرد. بعد در ضمن داشت میگفتش که حالا کشتن فرخزاد هم در حال داستانهای زیادی در موردش هست، یک عده ای که منظورش این بود که زیاد هم نیستن این عقیده دارن که جمهوری اسلامی این شخص را کشته و داشت به این شکل نگاه میکرد و میگم این تلویزیون های لس آنجلسی ما حتی حاضر نشدن این برنامه را پخش کنن. جناب آقای نیبودی که ما خیلیشون را سیاسی میدونیم و خود بنده ارادت دارم به ایشون، زمانی که آقای بولیپور رفت توی خط ایشون که این برنامه را اعلام کنه چه صدایی شد که آقای بولیپور را قطع کرد که من انقدر ناراحت شدم همون لحظه رفتم روی موبایل آقای میبود و به ایشون گفتم این موبایلی که شما توی میزتون گذاشتین که دوستان صمیمی شما بود میان روی این خط و شما ظاهرا یک جور نشان میدید که اینا دارن تو شماره هایی که روی تصویر زدید میان ولی در حد هر روز میان روی موبایل شما و شما موبایلتون رو بس کردید به تلفن روی میزتون، چرا هر روز میتونن بیان به خانواده پهلوی اهانت کنن، به ایران پرستان اهانت کنن، شما مزاحمشون نمیشید، ولی یک نفر مثل آقای بولیپور یک شخص محترم چرا به محض اینکه میاد روی خط یک دقیقه ایشون صحبت نکرده بود قطعش کرد؟ بعد حرف آقای بولیپور، آقای بولیپور را قطع کرد، خود جناب بولیپور میدونن من همون دسته گفتم سفی گفتم رفتم به خط آقای میبودی و به هر حال به من بینندگان ثابت کردم که این از باسی که بودن رو خط آقای میبودی توی شماره هایی نیست که رو تصویر میده، این موبایل ایشون هست، یه موبایلی که خود من الان دارم صدام رو به شما میرسون و متاسفانه الان یکی همچون وضعیتی توی تلویزیون های لس آنجلسی شما به شما بگم ضمن این تلفنایی که شده بود باید بدونید ادهی زنگ زدن که گفتن که آقای خسرو یه چیزایی گفتن که من یعنی ولی یه خانومی هم اومدن گفتن که از آقای خسرو از یه خانوم من یه خانوم رو پخش کردم، چند نفری از من خواستن که از آقای خسرو میخوان که اون برنامه‌های صدایی که داور داره چطور وطن فروشی میکنه اونها نشون بدیم، خواستم شما این حالا بدونید که این اتفاقات افتاده در برحال اون خانم بانه محترم و من اول از ایشون خواهش میکنم که به جنبش حقاق کمک کنن، مهم اینه که تلویزیون حقاق بمونه که ما بتونیم بیاییم صد در زد اون برنامه ها نوارای زیادی پخش نشده مطمئن باشیم که اونها هم در آینده پخش خواهد شد، ولی مهم اینه که تلویزیون حقاق بمونه. در ضمن کسایی هم که برحال اومده بودن که از همون افراد ناشناس بودن برون تیمون هایشون رو شنیدم، یک تو متاسفانه به من میدید از من خواسته بود که شما برای جناب اعتمادی چه دینی را پیشنهاد میکنید، من متاسفم که این ایرانی هنوز نفهمیده که دین کسی چیزی نیست که کسی دیگری بهش پیشنهاد کنید، مثل این میمونه که من زنی را برای شما پیشنهاد کنم که شما بدید این زن دارید و من امیدوارم این مرد یاد بگیره که دین پیشنهادی نیست. فقط در نهایت من برای همه تنها چیزی را که میتونم پیشنهاد کنم که برای آدم های بازی که انسان های بیدین راه راستیه، یعنی ما همیشه حق بگیم دروغ نگیم، چون از بدین گفتن حق نگیم گنگ و باطل میشویم، دفت به دریا و هم بریم گل میشویم. خیلی متشکرم جناب درود بر شما جناب خسرو گفت گفتنی زیاد هست ولی اگه از بدید دریاش رو برای برنامه فردا بذارید. خدا نگهدار. هموطن شما صدای یاران دوستان را شنیدید و با اجازه‌تون ما تلفن فعلا بر نمی‌داریم و همونطور که گفته بودم من چون قصد دارم تصمیم گرفتیم که از امروز اگر از فردا نشه از امروز نشه از فردا برنامه هامونو فقط مختص بدیم به این چند موضوع: حخا تیچینگ یعنی آموزش حخا و جهان راستین. این باعث بشه که ما خوددرمانی، خودشناسی و راه از بین بردن اختلافات و راجع به کهکشان و ایکس سخن بگیم. حالا کهکشان و ایکس رو
آقای دهاتی یادم را از آقای خسرو بپرسم. آقای دهاتی گفتن که بگید که جهان هستی، جهان هستی، ما چون دنبال یک لغت یا یک واژه ایرانی میکردیم که نه فقط کهکشان، سیارات مختلف و سولار سیستم های مختلف رو بگه، بلکه راجع به روح دیواین یا اون قدرت، اون چیزی که من و تو بهش میگیم حقا، دنیای واقعی، اون هم داشته باشیم. ما میخوایم تخصص بدیم به شما هموطنانمون، شما به من، من از شما خواهم آموخت، شما از دیگران، و ما با هم از همدیگر خواهیم آموخت که این پنج مورد رو بیشتر روش کانسنتریت کنیم، بیشتر روش تمرکز کنیم، کار کنیم. یکی خودشناسی، بعد خوددرمانی، بعد از بین بردن اختلافات، کانفلیکت رزولوشن، سپس راجع به دنیای هستی و ایکس. حالا ایکس، راجع به ایکس خیلی حرفا داریم. من سعی کردم این چند روز گذشته آمریکایی هایی رو بذارم روی صفحه تلویزیون ما که استیتمنت هایی رو بکنن، مثلا بگن که راجع به یو اف او چه فکر میکنن، جریان یو اف او چیست، جریان پلنت های دیگه چیست. در گذشته ما فقط راجع به پلنت اکس حرف زدیم، گفتیم پلنت اکس یعنی ما ایرانی ها میگیم پلنت کره نابیرو، کره نابیرو رو اینجا در آمریکا میگن ایکس، و خیلی چیزا رو میگن ایکس، اونو میگن پلنت ایکس. اکستراتریال ها که به اصطلاح مقصودشون الینس، یا اونهایی که در کره های دیگه زندگی میکنن، اونها رو هم میگن اکستراتریال. و همین جهت ایکس کنفرانس اینجا درست شد، کنفرانس ایکس. و در این کنفرانس ایدهی سخن گفتن، من سعی کردم خلاصش اینجا برای شما نشون بدم، شما بعد از این پایان این برنامه باز هم خواهید دید. میخوایم بیشتر یاد بگیریم که چه اتفاقاتی به کره زمین افتاده و میفته، چون ببین اگه دنبالش نریم نخواهیم فهمید. نه حتما باید بدونیم، و اگر بدونیم اون وقت خیلی چیزها رو بهتر متوجه میشیم. و به همین جهت من گفتم که ما میخواییم پس از اعلام این سومین نامه، سومین تاریخی رو که میخواییم از مردم بدیم برای قیام ملی، دیگه کانسنتریت کنیم به درسهای، به آموزش حقا از هم میکرد. الان من ساعت ها زیر نور هستم، اجازه بدید من این آهنگی رو که به شما قول دادم که سانتور آهنگی یکی از لوازمات سازهای برزی، سازهای موسیقی ایرانی که من شخصا علاقمندم و مدتی هم میزدم و میبینم که در ارکستر سمفونی دانمارک از سانتور استفاده شده. بیاید با همدیگه این رو نگاه کنیم. در این فاصله من هم یک قرم آبی بیارم، یک چایی برای شما درست کنم، با شما با همدیگه خواهیم. درود بر تو، نگاه کنیم با هم به این قسمت.
شنیدید دیدید با هم که چه صدای دلنوازی داره سانتور و چقدر سخن میگه، چه سخنانی بهتر از صدای سانتور در ارکستر سمفونی بزرگ جهانی. آرام آرام ذهن جهانی داره ما رو میرسونه به اون جاهایی که دلمون میخواد. فکر میکنید باید رنج ببریم از این 28 سال؟ من به شما میگم تجربه بگیریم. از حالا مثبت اون انرژی مثبتی که برای من تو به وجود اومده، بیا از همین لحظه، از همین زمان با هم تصمیم بگیریم که از آن که دو جهان هستی برای ما آفریده که بتونیم به صورت مثبت بگیریم و استفاده کنیم در قلب خودمون قرار بدیم. من قبلا اسم قلب رو نمی آوردم، دل یا قلب می گفتیم، هارت می گفتیم، که ما باید خودمون رو درست کنیم تو اون دنیای واقعی، اوراهای خودمون رو به صورت مثبت برسونیم. می گفتیم بیاید ما همه چون همه جای دنیا هستیم بدونیم، بدونیم که این بدن ما توی روح ما هست، برعکس اونهایی که فکر میکنن روح تو بدن ماست، در بدن ما تو قسمتی از روح ماست. روح ما روح جاودانه است، همیشگی، همیشه هم خواهد بود. این قلبی که من و تو داریم اگر از کسی می رنجیم دلیلش اینه که قلب ما کامل نشد. اگر کسی رو کینه می ورزیم دلیلش دلیل است که قلب ما هنوز به تکامل نرسید. اگر با کسی حسادت می کنیم یا می خواهیم همه چیز از احساسی کمیت می کنیم، یعنی قلبمونو کامل نکردیم، یعنی خودمونو به دوره تکامل نرسوندیم. حالا اشکالات زیاده. گفتیم که ما می خواهیم راجع به خودشناسی حرف بزنیم، همینطور که چندین سال پیش شروع کرده بودیم راجع به خوددرمانی سخن بگیم، همینطور که از روز اول با هم سخن میگفتیم چطور بتونیم ناراحتی های جسمیمونو با استفاده از آن چه که در این دنیا وجود داره. ببین من و تو شاید فکرشو میکردیم ولی بقیه ها نمیدونستن که در این هوا به جای سیم هم میشه مصرف کرد. خوب گوش کن ببین چی را میدونم. هستند کسانی بودند، من دیدم در اروپا میرفتند در قرنهای پیش، حتی در همین 100 سال گذشته شیپورهای بزرگی را درست میکردن بالای کوه در سوئیس، در اونجا که من بودم، که صدا از طریق شیپور روی کوه صدای خودشونو علامت بدن به کسی دیگه. یعنی از این وسائلی رو دنبالش بودن که قدیمی بود. بیا من و تو هم این وسائل قدیمی جدیدی رو بذاریم کنار، چون هر چقدر وسیله جدید باشه دیگه جدیدتر است. الان اینجا من گذاشتم میخوام به شما نشون بدم کامپیوتر و وسائلی تهیه شده، من این وسائل را اجازه بدیم بتونم حتما نشون خواهم داد که چطور میشه خیلی کارا رو با این وسائل کرد. ولی آیا این وسائل باعث این خواهد شد که من و تو بیاییم و بگیم بله اینها میتونن ما رو نجات بدن، میتونن سلف درمانی یا سلف از من پیدا کنن، چون
هرچند مولتی فانکشنال هستم و میدونم که چند کار با هم میشه کرد، ولی مثل این که خیلی خوب براتون پیدا میکنم، اینجا نشون میدم که ببینید چطور مردم میتونن چند کار با هم انجام بدن و چطور ما میتونیم خود درمانی کنیم به این ترتیب که خودمون رو سالم کنیم، خودمون بتونیم کانفلیکت یا اختلافات خودمون رو حل کنیم. اصلا ببین اختلاف چطور به وجود میاد. من خاطرم هست روزی که کلمه کانفلیکت رزولوشن رو مصرف کردم حدود 30 سال پیش بود، زمانی بود که چون تو کار ایویشن بودن، یک خلبان و کمک خلبان هر دو درست فکر می کردند، هر دو هم مغزشون کاملا درست بود، فقط یکیشون داشت کپیتان داشت اینسترومنت رو نگاه می کرد، کوپایلوت داشت بیرون رو نگاه می کرد. می خواستن در فرانسه در سان فرانسیسکو روی فرودگاه بنشینند، هواپیمایی ژاپنی بود، اون میگفت الان فشار هوا کم شده و چون فشار هوا کم شده این آلتیمیتر هواپیما به جای اینکه 13.3 باشه باید بالاتر باشه و به همین جهت فاصله چرخهای ما با زمین فرودگاه سان فرانسیسکو باید بالاتر باشه. اینو کوپایلوت میگه، ولی پایلوت میگه نه، درجه من درسته، من طبق این درجه میام میشینم. این کشید اون فشار داد، این کشید اون فشار داد، هر دو شدن مخصوصشون درست بود، ولی زمانی که اومدن بشینن به جای اینکه برن تو فرودگاه سان فرانسیسکو بشینن روی توی آب رفتن نشستن، چون چرخ ها ببینید از فاصله چرخ اون هواپیمای 747 تا اونجایی که اونا نشستن در حدود 10-15 متر شاید هم بیشتر فاصله هست، شما کافیه نیم متر یک متر کمتر بیشتر حساب کنید، حتی یک فوت 20 سانتی متر کمتر بیشتر حساب کنید، این چرخ ها به موقع نشینه. رفت توی آب نشست، خوشبختانه کسی نمرد، ولی تمام هواپیما رفت روی آب و عکساشو تفسیراتشو خودتونم دیدید. این اتفاق بین چند هواپیمای دیگر افتاد، یک هواپیمای نوع بوئینگ مال مالزی ببخشید مال اندونزی کراش کرد، نو بود و دلیلی هم نداشت، فهمیدن کانفلیکت رزولوشن نداشتن اونها در کاکپیت. ما شروع کردیم آنالایز کردن ببینیم چطور در چنین مواردی میتونیم بین خلبان و کمک خلبان یک راهی رو پیدا کنیم که اشکال پیش نیاد. سالها طول کشید، خوشبختانه پس از حدود سال 81 به بعد، یعنی 25 سال 26 سال پیش به بعد، در تمام منوالای در این منوال، یعنی چیزایی که روش میخونم خلبانا، کانفلیکت ریزولوشن توش هست. حالا اون داره روی هوا بود، بعد اومدیم گفتیم خب موقع روی زمین بین افراد خانواده، ببین از بین خواهر و برادر گرفته تا پدر و مادر، زن و شوهر، همسایه و دوست، اختلاف هست که باید از بین بره، چون اختلاف واقعی نیست. ما در این کانفلیکت رزولوشن ویژن ها فرق میکنه، شما مثل اینی میمونه که جلوی در یه هتلی وایسی ببینی چراغای خشن روشنه و همه تمیز مرتب همه چیز داره انجام میشه، حالا یکی قبل از اینکه وارد هتل بشه
به جلو در هتل رو نگاه کنید، پشت هتل آشغالیشه. می‌بینید که همینجور ظرف‌های آشغال رو زباره در میاد اونجا می‌ریزن و تا کامیون بیاد و از بین بره. چیزی که قابل مقایسه با جلوش نیست، پشتش طور دیگه است. اگر از اون بالا نگاه کنید سقفش اینجور دیگه است. حالا چطور میتونیم همش رو با هم نگاه کنیم؟ تنها راهش اینه که اول گفتم قلبتون رو باید کامل کنیم، یعنی به تکامل برسونید، خودشناسی داشته باشیم که ببینیم یک همچین خونه‌ای فقط اتاق پذیرانیش نیست، توالت داره، حموم داره، یه جایی داره که آشغالات میشه، جاهای دیگه هم داره مثل انباری و یا گاراژی که فریزر و آشغالاش رو ریختن توش. بنابراین من و تو هم یک همچین حالتهایی داریم، نه فقط بین خواهر و برادر و زن و شوهر و دوست و فامیل، بلکه در اجتماعی که زندگی میکنیم. من شاید رنگ سبز رو دوست داشته باشم، شما شاید رنگ سرخ رو دوست داشته باشید، مثل همین این یکی سبزی قرمه دوست داره و یکی چلو کباب. دلیل نیست که به این که مثل شما فکر نمی کنه آدم خوبی نباشه و راجع به جریانات دیگه باش اختلاف داشته باشید. من دارم راجع به کانفلیکت رزولوشن صحبت میکنم به عنوان مقدمه. سپس همینطور که گفتم راجع به 5 مورد ما شروع کرده و ادامه میدیم، دیگر نمیذاریم حرفهای دیگه، موضوعهای دیگه قاطی این بشه، چون من و تو اینجا اومدیم تو این دنیا که خودمون رو به تکامل برسونیم. اگر اینو نمیدونیم باید امروز بیاموزیم. جز تکامل وظیفه دیگری در من و تو نیست. اگر به تکامل، به راه تکامل رفتیم، حتی بهش هم نرسیدیم، فقط سعی کردیم، کوشش میکنیم که راه تکامل رو دریابیم، این خودش قدم بزرگی است. از خودخواهی، خود پرستی کنار بیاد، از غرور برید. غرور که اینها بهش میگن سلفیشنس، یکی از بدترین عواملیه که تو قلب شما وجود داره. و اینکه من میخوام یه چیز رو که فکر میکنم حقم بوده برم حقم رو بگیرم، حالا فرض کن نگرفتی چی شد؟ خب حق من اینه که الان در پرسپولیس باشم، مشعل پازارگاد و صبح به صبح برم ببینم وضعش درسته، برم در مهر یزد با یاران و هموطنانم سخن بگم، ببینم اون هوای زیبا و دلپذیر ایران رو استشمام کنم. خب به این حقم نرسیدم. دلیلی بر این نیست که قلبم رو خدشه‌دار کنم. این حق من بوده که امروز در کشور خودم باشم، این حق من بوده که هست که اینجایی که من نیاکان من. ببین ما ایرونی ها، یه شخصی مثل من، صحبت 200 سال و 500 سال و 2000 سال و 3000 سال نیست. خب شما خواهید دید من در برنامه های اکس که میخوام با شما صحبت کنم، ما بالای 15000 سال خواهیم رفت که چطور نیاکان من و تو در مورد اکس که اینها بهش اکس میگن، که اینها سال شمردند، ببخشید روز شماری رو میدونستن، ستاره ها رو میدونستن، برشن روی کوه ها همینطور که در وبسایتمون هست، نقشه 10, 11 و 12 تا
پرمه تو کشیدن. همین پرمه که تازه سه ماه پیش ناسا اعلام کرد و دیدید که من تیبشو گذاشتم که آقای دکتر نادری و اشخاص دیگه اومدن که از طرف ناسا و خارجی هایی که اومدن راجع بهش صحبت کردن. ما برمیگردیم به اون قسمت. فقط صحبت این 28 سال و 30 سال نیست، صحبت برای من 1400 ساله. گفتم که چندی پیش در هند دوشیزه بوده در هتل فرندت نشسته بود، اسمش شیرینه، یه چیز فارسی بود. اونا پرسیدن ازش ایرانی هستی؟ گفت آره. گفت کی اومدی از ایران بیرون؟ گفت حدود 800 خورده سال نیاکار من اومدن. پس از 800 خورده سال هنوز اسم و فامیلیشو داره زرتشتی و در هند هنوز میگه من ایرانی هستم. در صورتی که حتی هم کسانی که اینجا تازه 10 ساله، 20 ساله یا 50 ساله اومدن، اصلا فراموش کردن که کی هستن. حالا چرا ما میخواییم برگردیم به گذشتمون؟ به همین جهت ما شروع میکنیم خودشناسی، زیست شناسی، یعنی دنیای هستی یا جهان واقعی یا جهان راستین، دنیای واقعی و مباحث دیگری مثل کانفلیکت رزولوشن. و میخوایم حقا تیچین کنیم، آموزش حقا. من میخوام از شماها بیاموزم، از اساتیدمون بیاموزم، شما میخواید از یاران و از نزدیکانتون بیاموزید، هممون میخوام از هم دیگه بیاموزیم که دنیای واقعی چیست. من تا اونجا که اطلاع دارم به شما میدم و فکر میکنم اطلاعات عمیقی باشه. آگاهی هایی که در این 30-40 سال گذشته خودم جمع‌آوری کردم به اسم پرسونالوژی که رو کاغذ آوردم، که اون زمان پرسونالوژی گفتم که خارجی ها بفهمن، ولی ما اینو همون حخاست، حخایی که منشش اگر بدونی حخا منش میشه. من آموختم که پدر کوروش کبیر، ایشون بهش میگفتن که حخامنش، و خود کوروش کبیر روزی که به منش حخامنشی رسید، اسم خانواده و تشکیلات و همهشون شد حخامنش. به من میگفتن اگر دیدی که در بایبل کتاب عیسویان و در این منابع دیگر نوشتن که کوروش کبیر رفته بایبیلون رو گرفته بدون خونریزی، البته روایت های مختلفه، بعضی ها میگن آب خشک شد از زیر آب از اون رودخونه رفتن وارد قلعه بایبیلون شدن، بعضی ها میگن نه بس نان آورد و گفت ما برای شما نان آوردیم، ایده میگن مهرورزی رو نشون داد، گفت ما عشق آوردیم، مهر آوردیم، توانستن با این مهرورزی صاحب بابلون رو صاحب بشن و آزاد کنن تمام اسرا رو در اونجا. هر چی بوده به من میگن اگر فکر میکنی فقط کوروش کبیر بود رفت اونجا اشتباه میکنی، لشکر کوروش کبیر هخامنش بود، تمامی سربازان هخامنش هخامنش هم بودند، یعنی میکسرشتی میکردند و مهورزی داشتند، میکسرشتی مهورزی. این دو عامل عاملیست که کسی جلوشو نمیتونه بگیره. پر قدرتمند شریم عواملیه که تو این دنیا میتونه معمولها رو، یه عامل از معمول میاد، یه همچین چیز، و اینها توانستند چون همه میکسرش بودن. وقتی میگیم میکسرش یعنی پندار میکشتن، اینجوری میگم پندار میکشتن،
گفتار نیک و رفتار نیک، قلبشونو به تکامل رسوند، خودشونو به تکامل رسوند. سعی میکردن از اون راهی که واقعا راه تکامله، من دارم چیزهای دیگه براتون پیدا میکنم که بتونیم بعداً برای شما نشون بدیم. یارانمون چیز میفرستن و ما هم اینا رو برای شما نشون. اجازه بدید حالا که گفتیم یارانمون میفرستن، ایده ای زنگ زده بودن تو این فاصله، میگفتن که چه روزایی و چه ساعتهایی خواهید کرد. هر روز فقط یک تفاوتی بین این برنامه جدید و قدیم هست، از شما که پنهان بیرو دروسی بکنم. دید اینو با هم ببینید، این لازمه که شما ببینید، چون راجب مهرگان است. میگوید که امیدوارم که بتونید راحت ببینید، جشن مهرگان جشن مهرورزان فرخنده باد، روز مهر و ماه مهر جشن فرخ مهرگان. مهر بیفزار ای نگار مهر چهر مهربان، مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر، مهربانی کن به روز مهر و جشن مهرگان. ما راجع به مهرورزی و نیکسرشتی صحبت میکنیم، اینو بلند بخونید، میتونید بخونید، از اون بالا شروع کنید بخونید. روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهر بیفزا یعنی مهر رو اضافه کن، زیاد کن، ای نگار مهر چهره مهربان. ببین یعنی هم صورت مهره هم مهربانی. مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر، مهربانی کن به روز مهر و جشن مهرگان. مهربانی، مهرورزی و نیکسرشتی همون اسلحه‌ایه که کوروش کبیر پدرمان یعنی جد ما اینو در تسخیر بابلون استفاده کرد. خب ایشون که این کارو کرد، چرا منو تو نکنیم؟ مگر ما فرزندان اون نیستیم؟ مگه نمیگیم که ما فرزندان کوروش کبیر؟ بنابراین باید ما هم این کارو حتما ادامه بدیم. از یاری که این کلیپو برای من فرستاده در این لحظه راجع به مهرورزی مهرنگاری ازش سپاسگزارم. من امیدوارم که بتونیم در اینجا در این موقعیت یک تیکه های کوچیکی از رومی هم من به شما نشون بدم، چون امروز روز زادروز جلال الدین رومیه و ما جشن رومی را مرتبا خواهیم گرفت در هر روز تا پایان تا پایان ماه آینده، یعنی ماه اکتبر، ما همینطور جشن زادروز جلال الدین رومی را خواهیم گرفت. سپس تا آخر سال، سال 800مین سال جلال الدین رومی را جشن میگیریم، فرخنده میداریم، سپاسگزاریم از این آفرینش که یک کسی مثل رومی رو به من و تو داد. البته ما میگیم من و تو، امروز آمریکایی ها همینطور که تو اون فیلم های قبلی دیدید رومی رو بالا خودش رو میدونن، میگن ما به این دنیاست. رومی و شمس تبریزی در این مورد سخن زیاد گفتیم، ولی باز هم ادامه خواهیم داد. داشتم میگفتم که ما میخواهیم این برنامه جدید، ادامه برنامه حقا و حقامنشی و دنیای واقعی رو به صورت تازه تری ادامه بدیم. یک، هر روز برنامه ما فقط این 5 مورد خواهد بود. اینجوری اول میگم 4 تا، چون برنامه اکس رو هنوز باید
شما یه خود آماده کنید خودتون که متوجه بشید راجبه چی بخواییم بگید، راجبه اکس کهکشان، ستاره ها، سولار سیستم یا کره نابیرو یا اتفاقاتی که میگن اکسترتستریالز یا ایلیونز یا افرادی کره های دیگه ایجاد چه اتفاقاتی میندازن. این پنج برنامه رو میخواییم مختص بدیم تا اونجا که میتونیم فقط هم راجع به این پنج برنامه سخن بگیم. از ازتون خواهش میکنم که مواظب این جریان باشید که ما رو دایرکت نکنن به جای دیگه نکشید. حالا چرا میگیم که به صورت جدید ضمن اینکه هر روز ما از تلویزیون برنامه پخش میکنیم، این بلندگوی ما هم یعنی میکروفون ما هم دلش نمیخواد بشینه چیست، ضمن اینکه هر روز برنامه پخش میکنیم، هفته سه روز من شخصا برنامه زنده عمومی دارم، یعنی به شما آدرس میدم، هفته دو روزش اینجا در واشنگتن دی سی خواهد بود، یه روزش رو میام اونجا که شما دلت میخواد، هر جا باشه در هر جای دنیا هستی. دیگه این روزها با یه پرواز 6 ساعته و 10 ساعته شما میتونید در اروپا و چین و هر جا که دلتون بخواد میتونید باشید. من میام اونجا با تو سخن میگم، بهتون میگم مه بابا چرا درست شد، سای بابا از کجا اومد، جان بابا از کجا اومد، جهان بابا کی بوده، اینها چرا اینجا هستند. بهتون میگم چطور شما میتونید در عرض چند ساعت خودتو بشناسی که کی هستی، به محض اینکه شناختی کی هستی میبینی تمام اشکالاتی که برای شما در بدنت به وجود اومده بود همه از بین میره. در تلویزیون ما یه مقداری برنامه میدیم و بقیهشو به صورت پنفلت، به صورت بروشور من تایپ کرده، چاپ شده یا کپی شده صفحه صفحه به شما میدم که برید تمرین کنید. تمرینش لازمه، فقط احتیاج به چند ایرانی داوطلب دارم که اینهایی که به انگلیسی یا به زبانهای دیگه نوشتم اینا رو ترجمه کنم به فارسی برای اونهایی که نمیتونند انگلیسی بخونن. این برنامه جدید و این پنج مورد یک بار دیگه تکرار میکنم: خودشناسی، خود درمانی. وقتی میگم خود درمانی فقط درمان فیزیکی نیست، درمانی روانی، درمانی اجتماعی، هر نوع ناراحتی که هست برای درمانش خودتون باید بکنید و راهش به شما نشون بدید. هرچند هستن خیلی که این کارو میکنن، ولی ما از طریق سیستم حقایی میخواییم این کارو بکنیم و ادامه خواهیم. گفتیم خودشناسی، خوددرمانی، رب به اختلافات که چه جور پیش میاد و چرا پیش میاد و برای از بین بردن، راجع به دنیای واقعی، راجع به اکسترتستریالز و کهکشان ها، دنیای هستی سخن خواهیم گفت. چرا این کارا رو میکنیم؟ برای اینکه میخوایم به دنیای واقعی برسیم، برای اینکه آموختیم ما آمدیم اینجا برای تکامل، مذاهب رو یاد گرفتیم، مدرسه رفتیم، دکترامو مهندسی گرفتیم، خونه گرفتیم، صاحب زن و بچه شدیم، هر چی خواستیم دستمون اومد و میگه خب what now what are we going to do، حالا دیگه چیکار کنیم. اونجا شما به شما میگن که همه اینا تازه مقدمه ای بود، مثل اینکه میخوای بری مدرسه، میری مداد میخری، قلم میخری، کاغذ میخری، من استویسی میکنی که بری تو اون دانشگاه یا دبیرستان یا آموزشگاه. تازه شما وارد شدید و میخواید به دوره تکامل برسید. من این قسمت برنامه رو به اینجا به پایان میرسونم.
و امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما باشه. بیایید با هم دیگه چند آهنگ راجع به جلال الدین رومی که در این ماه و امروز زادروزشه و در این ماه هم ماه زادروزش هست، در امسال هم سال 800 سال هست، با هم بشنم. در این لحظه بهتون نمیگم میگزی بهتری برای همیشه زی، ولی میدونی که از قلبم
کسیست پنهان
همچون خیال در دل، اما فرو برویش ارکان من گرفت. با هم صدای آهنگهای رو شنیدیم با سخنان جلال الدین رومی بلخی، مولانایی که دنیا معتقده که مال اوست، مولانایی که کتاب یکی از کتاباش، شما برید تو بارنز نوبل میبینید چاپ 39مش در اومده، یعنی 39 باره یک چاپخونه به این گندگی با این تشکیلات هر بار یک مقداری رو چاپ کرده، فکر کرده دیگه کافیست برای بازار، بعد میبینه همش فروش میره دوباره چاپ میکنه. حالا چرا آمریکایی ها اروپایی ها این رب دنبار مولانا هستن و ما در ایران نبودیم؟ یا اگر بودیم به دید خودمون به اون انگلی که ما دلمون میخواست اینجوری بگم نگاه میکردیم، کاملا باز نمیکردیم ببینیم چقدر این جهانیست، چقدر راجب دنیا سخن میکنه. اصلا اینایی که ما میگیم حقا، آموزش حقا، حقا تیچیم که سلف هیلینگ، سلف ایمپروومنت و کانفلیکت رزولوشن یا یونیورس یا یونیفاید فیلد آف کانشسنس، اویرنس و اینتلیجنس و سایر چیزهایی مثل اکس و غیره، اینا همه رو نه فقط رومی، بزرگان ما قبلا گفتن به ما، ما داریم تکرار میکنیم به صورت جدید، به صورت مدرن. در حقاتیچی، در آموزش حقا، من جسارت اینو کردم که بیام علم جدید رو با علم قدیم و گفته های نیاکانمون با هم نگاه کنیم و ایوالویت کنیم. چرا راجع به کهکشان من فقط پلنت اکس رو به شما 4 سال پیش، 3 سال پیش و 2 سال پیش و آخرین بار هم 3 ماه پیش بود گفتم، چیزای دیگر رو نگفتم. این روزها گذاشتم چند تا آمریکایی بیاد و تجربه هاشون رو راجع به UFO یا ایلینز یا اکسترتستریلز اونها رو صحبت کنیم، چون آرام آرام بدانیم که علم جدید داره بر میگرده به اون چیزی که نیاکان من رو تو گفته بودن. یکی از بینندگانی که الان اینجا بود به من میگفت این چیه شما گذاشتین اینجا همیشه؟ اینو من چطور به شما بگم؟ این نشون میده حرکت زمین رو به چه طرف داره میره و شاید باور نکردنی باشه. نه فقط من و تو، وجودمون باید با حرکات زمین، با حرکت آفرینش هارمونی داشته باشه، همه چیزی طوری از گیاه گرفته، معادن زیرزمینی، از اون الماس و بریلیان تا طلا، تا میوه‌جات، گیاهان، آب، حیوانات، پرندگان، سلول‌های بدن من و تو، تمام هر چیزی که هست، هر فایبری که تو این دنیا وجود داره، اگر با گردش زمین و دنیا هارمونی نداشته باشه موجودیت نداره. و اون شعری که گفته شده بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، اگر عضوی درد آید بقیه عضوها هم دیگه دردشون میگیره، این الان اشکالی که من دارم و تو داری و ماها داریم مال این که بقیه اعضای بدنمون
هارمونی نداره. یعنی چی؟ یعنی من با تو، تو با اون، اون یکی با اون یکی، هارمونی همون درست نیست. وقتی درست نباشه خراب میشه. حالا این همه چه وقتی به این داره؟ این داریم این گردش زمین، زمین اینجوری میچرخه، برای این طرف میچرخه، خیلی راحت این هم میچرخه. حالا نمیدونم شما میتونید ببینید یا نه، میتونم دوربین رو فوکوس کنم به اینجا. من اینو اگه از این طرف بچرخونم ببین چی میشه، اصلا اختلاف ایجاد میشه، خودش برای خودش در میگرده، میره طرف اون طرفی گردش زمین هست و شروع میکنه به چرخیدن کامل بدون ناراحتی. ساعتها خواهد چرخید آرام آرام. این چیزی هم نیست، هم اینه، یکی که چوبه وزنی هم نداره. مثل این خیلی چیزهای دیگه هست که باید آرام آرام خودمون عادت بدیم با گردش زمین، باد، هوا، خواست آفرینش در کهکشان ها، ستاره هایی دیگه. حالا داریم راجع به ایت سرد میزنیم، چون راجع به مطالب قبلی سخن گفتیم، گفتیم ببینید خودشناسی، خوددرمانی، از بین بردن اختلافات، کهکشان، ایک که دنیای واقعی باشه. اینها آموزش هایی هست که من و تو با هم خواهیم داشت و همینطور هم ادامه میدیم، بدون وقفه، بدون این که بخواییم اختلاف یه بتونیم که این اصلا از مسیرش خارج بشه. اینقدر هم خواهیم رفت تا من و تو هممون به دنیای، همون دنیای تکامل خودمون برسیم. داشتم را که این به تو میگفتم بزیده من اینو کمش آها رفت. این گفتیم که اگر برعکس بچرخونیم قبول نمی کنه، برمیگرده، برمیگرده و میره دوباره سر جای اینجای کرد، این سر این اینجاش میچرد، اگه نه میرفت. الان داره احساس میکنه که با گردش زمین نمیره، داره برمیگرده طرف گردش زمین. در صورتی که همین طرف گردش زمین بزنیم خیلی راحت ساعتها برای خودش دور میزنه، ساعتها نشه دقایق بسیار بسیار طولانی. برای اینکه تمرکز افکارتون رو عوض نکرده باشم، هر دفعه ما یکی از این موضوعها رو در درس حقها در جهان واقعی، در جهان راستین با هم سخن می‌گیم. من از اینجا که الان اینجا ساعت 7 پس از نیمه روز، ما نیم روز شروع کردیم، الان حدود فکر میکنم روز 7 ساعتی هست و این قسمت برنامه رو در اینجا به پایان میدم. بسم همیشه نیکزی بهزی برای همیشه زی و بدانیم که همینطور که گفتیم به یزدان که ما جمله پاینده ایم، یعنی من و تو، چون بعض حقها رو پراکنده ایم همه جای دنیا، من و تو پراکنده کردیم بعض حقها به مهر و محبت، به صلح و صفا. بدرود تا درود میکرد. To the Iranian people I say tonight, as you stand for your own liberty, America stands with you.
golden ages, the spirit of Persia has always triumphed. First capital was here, in Pasargad. In this world of beauty was born, more than five centuries before Christ, the mightiest empire in the history of the world. What? Cyrus, king of kings. Shohei Bodor. Shohei Hakomanishi. Shohei Iran Zamin. از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من. It had fallen to him, after a twilight in his nation's long history, to remind the world and his own people of Persian pride.